بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هم عبد البشير السيدات بعد تقديم برنامج السلام وقران تعيك ساعات بقول نيز زنده در خدمت شما هستم همي در پناه خداوان باشيت همي تمام قناحان خرد و کلان مرا خداوان جل جل و ببركته بزرگی خودش ببخشد باز هم جناب مفتی سید محمد ولی حنیف استاد دانشگاه مهمان ما هستند در استودیو با ما خیلی ها خوش انجام جناب تشکر سلامت باشه قربان شما شماره تماس هست 020 220 دانا در خدمت شما هست تماس بگیرین به برنامه و هر سوالی که داشتین بپرسین همچنان صفحه برنامه های ما اسلام و قرآن به فارسی دهی که این صفحه ما را لایک کنین به بگذارین و سوال و نظری بود ما در خدمت دوستان عزیز فقط به سوالات امروز پاسخ گفته میشه که تا دیروز تماس گرفته بودن و دوستان که امروز تماس گرفته بودن یا در صفحه سوال روان کرده بودن دیگه اگر فرصت نرسید معذرت مرا را بپذیرین به خاطر ما هم یک کاتگوری پیش خود داریم سوالات ماشاءالله بیشتر هست دوستانی که دیروز تماس گرفته بودن از یک بجه به طرف ممکن فرصت ای پیدا نشه که سوالشان پرسیده شود جناب سه پاسخ تماس بگیرین تا زمانی که شما تماس میگیرین به برنامه سوالاتی که بدست داریم از جناب سه میپرسیم خب جامستاد ایجاد خود مذاهب بعضی ها به این باور است مخصوصا نسل جوان یا دانشجوی های ما میگن در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و مذهبی وجود نداشت و ایجاد مذهب هم در زمان خلافای راشدین وجود نداشت بعد از اینکه امام اعظم در سال 80 هجری در سال 80 هجری تولد میشه و بعد از این مدت زمان پس از این مذهب ایجاد میشه آیا خودش نوی بدعت نیست یا خودش نوی یک چیزی که در اصطلاح بیرون از دین باشه حساب نمیشه مذهب بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم ببینید در رابطه با ایجاد و مذاهب ان در برنامه دوم امروز به شکل تفصیلی بحث میکنیم حال مختصرا ببینید وقتی که پیغمبر اسلام حیات داشت تمام امت اسلامی به خاطر حل مشکلات خود با پیغمبر اسلام مراجعه کرد. بالی. و وقتی که پیغمبر اسلام رحلت کرد در وقت صحابه کرام اجتهاد و تقلید بود تقلید مطلق تقلید مطلق چه مانا؟ هر کس مشکل شریع خود از امور خلفای راشدین از علما پرسان میکردد ات مذهب مشخص نبود بعد از صحابه کرام باز در وقت تابین مذاهب دو مذهب اهل و حدیث و اهل رای ایجاد شد که همشان پیروان یک مکتب بودند در مسائل فراد به حساب از قرآن و حدیث اجماع و قیاس استنباط می‌کردند در جو با در بخش بخش دوم برنامه با تفصیل روی این مورد صحبت داریم بله سلامت دوستان عزیز به خاطر یک سوالات بیشتر هست و این سوال اکثرا در ذهن حد اکثر وجود داره که چرا چهار امام دست به ایجاد مذاهب زدن ان در بخش دوم برنامه در ارتباط بحث مفصل می داشته باشیم فقط دوستایی که نیازمند این بخش هستن با ما باشن برنامه را تعقیب کنن در لابلای برنامه ان شاء الله میشه بالا یک شخص اول حج کردن فرض است یا ازدواج بفرمایید از نقطه نظر شریعت ببینین حج از خود شرایط وجوب داره شرایط صحت شرایط وجوبش که عاقل بالغ صاحب نصاب و صحتمند باشن و مسئله ازدواج هم از خود شرایط خاص داره که در دا کدام شرایط واجب است سنت است و مکروه و مباح ببینن اگر حالت اعتدال باشه نارمل که عفت پاک دامنی خود حفظ کرده میتونن بهتری است که برند وقتی که حج سرش فرض است مالک نصاب است اول حج بکنن بعدا به حساب نکاه. اگر در حالت قوه شهوانی زیاد است نمیتونن در عفت پاک دامنی خود محفوظ بانن اول ازدواج بکنن بعدا باز حج آه سلامت باشه تشکر و از پولی که از حق میراث گرفته میشه از این پول های حجم میشه اجرا چرا نه در نقطه نظر شریعت یکی از ازباب ملکیت به حساب مسئله حق میراث حقی است که شریعت خدا برش داده حلال است پاک است هیچ مشکل شریعی نداره سلامت و راجع به نوع طلاق انواع طلاق فقهای اسلام طلاق به اشکال مختلف تقسیم بندی کردن از لحاظ صفت مسنونه و بدی و از لحاظ الفاظ سریحی و کنایی و از لحاظ در رابطه به که ده فعلا واقعی واقع میشه طلاق, طلاق, منجز و معلق و از لحاظ استعمال مسئله رجعت و عدم رجعت که رجوع کردن میتونیم یعنی یک بحث مستقل هستن و خلاصیش که از طلاق طلاق سریحی با متوی لام قافوره که استعمال بکنین قصدن و خطا واقع میشه و الفاظ کنایی بنیت شوهر ارتباط دارن اما الفاظ کنایی را که دو معنا داره هم معنای طلاق و هم معنای دیگر را افاده میکنند در اون صورت نیت شوهر مدار اعتبار است اگر نیت طلاق بود طلاق و اگر نبود به حساب آه، سلامت یکی از دوستان خط تلفن هستن تماسشان را همکارا با ما وصل میکنن بله بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرما برادر گل mm بود ایموس په اړه څنګه جواب وینا ورک؟ که بوټای د کوم شته سفای بلان مثلا کرښه راکړه هم هم وایې ایموس د بشری تلویزیونونو مسابقات قرانیا کې د قرشی شتاوي کې تاسې ششته مسابقه قران مده وایې کې علماء میښه په ځوابونو سوال جواب میکنه بلې خب بلاخره برای در کتاب سوالت رو مطرح کنید. بفرمایید. سوال های این سوال است که آیا شیشتن یک دختر در برنامه سیوی که لایک باشه شد که از این سوالی زنی شده خود. اسلام جواز داره لایف سبتی نداره دیگه برنامه حضور یک دختر خانم در برنامه اسلامی آیا جواز داره یا نداره تشکر برادر گل ببین از نقطه نظر شریعت در قرآن کریم سپاری 18 ام سوره نور آیه 31 خداوند کریم در مسئله حجاب و زینت به خواهر مسلمان مین حتی در راه که میرن آداب شریر مراد بکنین ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن بوتایی که به حساب صدایی دارن باید از او اجتناب بکنن به حساب مسئله اصل است مسئله که آیا صدای خانم عورت است یا نی فقه های متقدمین احناف قاضی خان و غیره میگن که عورت هستند ولی کن فقه های معاصر اکثر علما به ای هستند که صدای خانم عورت نیست اگر یک خواهر شرعی به حساب خواهر حجاب شرعی را مراد میکنند در برنامه های اسلامی مسابقات اسلامی اشتراک میکنن انشالله کدام اشکال شریعی ندار سلامت و خیر باشین این بر میگرده به نحوه صحبت کردن جناب بله به نحوه صحبت کردن حالا که به ناز کرشمه صحبت چوه ولو که برنامه اسلامی را مونده شاید در, در هر چیزی یک باشه شاید عورت باشه اگر این نکته باید به نظر گرفته شوه و اگر یک مرد جناب استاد خانم طلاق محرش را طلاق میده حق مهرش را مهرش برش میته یعنی جدایی صورت میگیره بعد از یک سال یا دو سال سپری شدن طلاق و تمام موارد دوباره میتونه به خانم نکاح کنه انواع مختلف داره طلاق در وقتی که طلاق مغلظ سه طلاق داده باشیش بازو به حساب تا که حلاله نکنه جواز نداره خداوند کریم میفرماید فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و اگر یک طلاق داده باشه طلاق رجعی طلاق سری دو طلاق میتونن پس رجوع بکنن هم اگر در صورتی که طلاق مغلط سه طلاق داده باشیش بازو تا که حلالت چی مانا که نفر دوم با اونها عقد نکاح بکنن به اختیار خود و را طلاق بدن هر وقت که طلاق داد عدتش سپری شد باز نفر اول سلامت فرم. با این گفتاید برمیگردیم به خاطر اینکه واضح شاید مصطفی جان خط تلفن هست بله بفرمایید مصطفی عزیز بسلامتون. دادناش ما اعتماد داشتیم که می پرکند پر ا کردن بندان آها برای حضور یا ابدو کدام کو دم خوب می سلامت تشکر مصطفی خان علیکم السلام و رحمت الله ا ی در یاداشتای ما هم بود خب با... جناب استاد پیش از اینکه با... سوال پاسخ بگین خب یعنی به این معنا که اگر خانم طلاق می شده باشه و حق مهرش را مشاور برش می تا وقتی که این خانم با یک شوهر دیگه با یک مرد دیگه ازدواج نکنه نمیتونه که شوهر ولی بگیره در صورتی که شوهرش سه طلاق داده باشه بله ام سه طلاق باسم... و حق مهرش به هیچ جدایی کامل جدایی شده, شده باشه. تا که حلاله صورت نگیره آیت صریح قرآن است حلاله یعنی به این معنا که ازدواج کنه این خانم با یک ازدواج دوم با مرد دوم و امور طلاق بدن به اختیار خود عیدت استفریشه میشن بعدا به نفر اول حلال میشه. ای خانم هم باز بد کنه که دیگه از, از دو بار از اون طلاق بگیره بله پیغمبر اسلام بله بهترین حلال میاد بله بله سلامت در رابطه با پوش کردن دندان فقهای معاصر میگن که وقتی که علاج و به خاطر تکلیف درد دندان باشه متخصص استوماتولوژی ضرورت بدانند که uh -huh. غیر از ای که با پوش اطلاع یا ضرورت از دیگر ادویه دیگر موادی که در ساخت دندان در پوش دندان کار گرفته میشه مرض دن، درد دندان مریض به حساب علاج کرده نمیتونند در صورت ضرورت از طلا نقره پوش دندان هیچ اشکال شرعی نداره با وضو و غسلش خب بعضی ها به این باور است که پیش از که پیش دکتر مراجعه کنی به خاطر پوش کردن باید یک وضو بگیری یا اصلا ناپاک میباشه شخص باید شریعت مز... کنه. مسئله مزمز است دهن ده ششتن فرض است نه مغز مغز دندان لا آه. حد دین حرج نیست سلامت چقدر خوبش تشکر با. ما بسیار کسا از دین قدر محکم بله. میگیرم استاد یکی اه... از دوستاری خط تلفن هست ولی بله بفرما بله بله ولم براستینې په لباسه خلک ماي کوټ کې چېرې ali باز علماء کې فلم مثلا د اشارې بزرګ افغانستان مثلا حضور دره و دربارې انمي گشتو گزار مثلا طبقي و ناس کې مثلا د اشارې بزرګ موضوعه قومي میګردن وا گشتو گزار نه کنن حتی برنامې کې مثلا د دین اسلامي مقدس قومي ناتورست یو برنامه را شما مشخصا نشه یا چیرې فاهم دي او دا نمبر فاهمې مرته ما ستان میکونه ساده کی فاهم دي ناروا شند په خلاف دې ته اه تشکر برادر مسؤولیت علما در قبال ناهنجاری های مسائل اسلامی در کشور چی هست؟ در جامعه اسلامی بفرمایید. ببین صحیح. از نقطه نظر شریعت دین مشترک است مسئولیت مشترک است همه ما مسئولیت امر بالمعروف نهی عن منکر داریم باید. افغانستان خانه مشترک ماست علما وظایف سنگین دارند المؤمنون و المؤمنات و بعدهم اولیاء و بعد یامرون بالمعروف و ینهون علی المنکر در قدم اول خو نظام و وقت مسئول اول رئیس دولت مسئولیت دارن وزارت حج و قاف و علما همه ما پدرها و رهبرای اجتماعی رهبرای دینی همه ما مسئولیت داریم که در وقتی که منکرات میبینیم باید منع بکنیم و خصوصا والدین که در نظام خانواده ببینید بی که خانواده سالم باشه اساس جامعه اسلامی را نظام اجتماعی را خانواده های سالم تشکیل میدن اگر ما پدران و فرزنده تابع شریعت باشیم فرزنده و پدر مادر احکام شریعت تطبیق بکنیم و حساب همه ما به حساب احساس مسئولیت در رابطه با بر دین خود هر منکراتی که میبینیم منع بکنیم علما از تاریخ منابر به باز نصیحت میکنن این اما این مسئله مثلا باید نظر برادر هم همی بود بگونه جدی گرفته شاید جناب حال حالا ما میبینیم که نانجاری مثلا یک موضوع در کشور است که اساسا صد در صد در تضاد و در مقابل با شریعت قرار دارد ببین وزارت اطلاعات فرهنگ در حسه خود کار بکنن در اصلاح میدیا و رسانه ها وزارت حج اوقاف بس از طریق مساجد و منابع. رهبرای اجتماعی از طریق اهل اجتماع که در اجتماع اما از همه هم مهمتر جناب استاد بله. نکته خوبی را اشاره کردین مسئولین خانواده است بله, بله. که در رأس خانواده قرار داره نقش بله. والدین دارن بله خب اه... یکی از دوستان روی خط تلفن هستن اگر لحظاتی را انتظار ماندن به حال در مورد سنگسار جناب استاد که در هفته گذشته ما شما بحث کوچکی داشتیم اما می‌خوایم به طور مفصل اگر بحث شوه که سنگسار حکمش آیا در نصوص شرعی وجود داره یا نداره بلی. یک موضوع حکم شخصی که مرتد میشه از نقطه نظر شریعت ببینید در قرآن کریم سپاره 18 سوره نور آیت دوم خداوند کریم در حد زنا ذکر میکنن از زانیت و زانی فجلید و کل واحد من همامی اتجلت و لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ببینید شخص زانی مرد یا زنی که بدکار باشن مجرد باشن صد دوره باید وقتی که محاکم سلاسه با اسناد و ثبوت شواهد چهار شاهد بالفعل شاهدام تسکی شهود شوند که واقعا و عادل هستند احکام شرعت تطبیق بکنن ولی که وقتی که متحل باشن رجم شوند رجم و سنگسار در شریعت آیت قرآن کریم که قبلا آیت بودن و حکم حکمش باقی است لفظش منسوخ شده از شیخ و شیخه و فرجیم و من الله دو حدیث صحیح است دو واقعه در وقت صحابه کرام شده در بخاری شریف مسلم شریف کتابای معتمد حدیث است واقعی معایز اسلامی و خانم بنام غامیدیه <applause> اونها می یک اشتباس پیشان صورت گرفته بود متحل بودن پیغمبر سنگسار کرده شد بدان سنگسار حکم قرآنی حکم شریعت عمل پیغمبر عمل صحابه کسایی که منکر میشن تایید آیات قرآن کریم آیات قرآن کریم و حادثه. کسایی که از شریعت آگاهی ندارن اونا جاهل هستن بین به شریعت مراجعه بکنین دین به شکل درست بخوین خدا نگفته که هر کس سنگسار کنین او تا که پلیس صورت دستگیر میکنه ساران تحقیق میکنه محاکم سلاسه دوسیهش به اسناد و شواهد و چیزی که شرایطی که در فقه اسلامی است به خاطر عبرت و پند دیگر ها بله ولیکن دش و حکم مرتد آیت قرآن کریم است پاره دو و من یرتدد من کماندینه فیموت ببینیم در یک جامعه اسلامی پنج مقاصد اساسی است حفظ دین حفظ نفس عقل نسل مال دین مقدسات دین ماست از جمله شاعر دین ماست هر کسی که به حرمتی به دین میکنه خدا میگه و ما من یرتدد منکم هر کسی که عیسوی شد یهودی شد باید او را بکشین باز علما فقهای احناف میگن اگر این کار جاهلانه کرده باشه یک سه روز وقت بتونه اگر توبه بکشن فبه ها اگر نکشت بس بس شد. لحظات زیادی را یکی از دوستان خط تلفن ماند ولی بفرمایید سلام علیکم برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته تشکر سلامت و بخیر میشنیم سوالت انا سلیمان هستم از نکران صحبت میکنم سلام به شما مولایی سر برنامه خوب و موزشی هست این را باید کرد راشته باشن میخواستم هم را پرسان کنم که دمی یک وقت مردم در مثلا در تیاره وقت نماز میپاسته اینجا خوب از قبله معلوم نمیشه یک تعداد دوستان میگن که باید وقت نماز از روی بگردانه اما در وقت بله بله سوال گرفته شد اما مشکل شما ای بود که صدای تلویزیون یا رادیو تان پایین پای نکرده بودین بنابر می علت ممکنم کارای بخش صدا تماس شما را قطع کرده باشن این سوال کمی یک به خاطر داشتای ما هم از جناب سات. مثلا در موتر می نماز شام میشه خود وقتش کم از فرصتش کم است از, از ممتنظر ممتنظر یا در دو مورد از نظر جناب سیراس و کتاب مسائل تکنولوژی معاصر از دیدگاه فقه اسلامی فصل پنجمش این مسائل به شکل تفصیلی بحث کردیم ببینید دوستای عزیز وقتی که در موتر می باشین دی از یک ناحیه تا دیگر ناحیه میره نماز خواندن در موتر جواز نداره اما اگر سفرهای دور دراز که 89 کیلومتر تقریبا سفر دور دراز داشتین موتر در اختیار خودتان بود بهتر است که در یک مزه در یک وقت نماز به شکل درست و انجام بتین اگر مسائل امنیت خراب است یا به خاطر خوف و دشمن است به حساب در موتر میرین در موتر نماز خواندن در وقت ضرورت جواز داره بعض فقها میگن که یک بار در طرف قبله روی تو بگردن بعدا نماز تبخون باکی ندارن اما در ببینین چند حالت داره اول در هر میدان هوایی میبینید انتظامیه وجود داره جای وزو و جای نماز پروازهای های تیاری تان یک ساعت دو ساعت امارات میرین بهتر است وقتی که در میدان هوایی کابل میباشید نمیجا وضو نماز تانه کنین بعدا با د تیاره اگر اون جمع... وقت نماز نبود؟ اگر به حساب وقت کم است مثلا 12 و نیم به این حرکت میکنین یک و نیم و اونجا میرسین بهتر است که در اونجا نماز بخونین <applause> اگر سفرهای دور دراز داشتین 14 ساعت 15 ساعت به حساب در کشورهای اروپایی میرفتین باز به با حساب در تیاره نماز خواندن ببینه که اگر جای مشخص یک اتاق مشخص باشه در اونجا نماز بخونین اگر دوام نباشه در راه را که به حساب تیاره دوام مگه نباشه در چوکی خود به اشاره نماز آه سلامت خب در مورد نماز خواندن در موتر کمی به تفصیل صحبت کنید نماز... مثلا نماز شام همین لحظه 4 بجه از یک کارمند دولت است رخصت میشه 5 ب... ممکن دو ساعت را باشه فاصله دفتر تا خانیش 5 بجه یا ده کم 5 یا کم 5 کم پنج شام از آن متال چی از نقطه نظر شریعت ببینن نماز شام 5 دقیقه وقت نداره وقتی که داده شد حد حد تقریبا 45 دقیقه میتونن که نماز بخوانن و دوستای عزیز ما ببینید که دین اسلام همین نماز ارکان دین ماست وقتی که نماز آل الحمدلله شهر از در هر جای مسجد و جای مناسب است وقت نماز شد با دیروار با برادر نماز قضا میشه نماز تانه بخوانن در یک مسجد و اگر دریور و سایر راکیمین نباشه که به خاطر استاد کردن ببینن 45 دقیقه وقت داره اگر میخوای که در 45 دقیقه وقت در خانه رسیده میتونیم خوب است که در خانه بخوانید سلامت صفحه عزیز صفحه ما در خدمت شما هست اسلام و قرآن صفحه ما را بله صفحه ما را شما میبینین در روی صفحه تلویزیونتان با این نمایه مربوط به ما میشه صفحه ما را لایک کنین به اشتراک بگذارین و هر سوال و نظری که بود ما در خدمت شما هستیم و همچنان امیل ازمیشه میشه که شما با شماره شما تماس 020 220 1093 تماس بگیرین و به گونه زنده سوالتون مطرح و جوابش هم بشنوین من این سوال جواب صاد از نظر خود کمی ادبی ساختم ولی شنوندای ما یک مزله دیگه وجود داشت با مشوی خود گفته بودن ما این ای قسم ساختیم که اگر شخصی مرتکب گناه خود یا کلان میشه آیا بخشیده میشه نمیشه ببینن لا تقنطوا من رحمت الله مسلمان باید از رحمت خدا ناامید نشه اگر گناهی صغیره کردین هر پنج وقت نماز که میخوانین ان الحسنات یذهبن سیات هر یک نماز و دیگر نماز که میخوانین گناههای صغیرتون رو ماف میکنن اما گناههای کبیرتون به توبه نیاز داره ان تجتنبوا کبایر ما تنهون عنه و نکفر عنکم توبه نسوهام و گناه را ترک کنین در آینده نکنین ندامت پشیمانی انجام بدین دو رکعت نماز بخونین ان شاء خداوند کریم شما رو مغفرت میکنه سلامت امیدوار هستم دوستا سوال خدا گرفته باشن چون اونا با الفاظ دیگه پرسیده بودن جناب استاد جواب دادن هر گناهی که از انسان سر زده باشه از دل شیمان باشه توبه کنه خداوند غفور و رحیم است سوالی که بیچاره جناب استاد والا به حساب مود روز است یعنی دادن یک مرد با طبقه ناست ها جواز داره که با کی دست بده و با کی دست نده یکی از فیزیولوژی شریعی یکی فیزیولوژی طبی است هر حواس ما از خود عبادت های مخصوص داره در دا دست باید امر بالمعروف کنین تلاوت قرآن کریم بکنین شهادت حق بدین و این دست باید با نامحرم دست ندهیم یکی از ماموریت شری دستی است که حلال و حرام رو باید کنیم کسایی که محرمتان است با های نامحرم دست دادن نارواست مثلا با کی جناب استاد مثلا محارم شری محارم شری با کسایی که نکاش کرده شما روا نیست یعنی مادر خوهر، با کسی که دختر، میتونی جناب استاد با کسی که عروسی با او میتونی با او, او حرام است حرام است جواز نداره, نداره. او که سکرترت باشه وزیر باشه رئیس باشه از نقطه نظر شریعت اگر میخواین که پابند شریعت باشین دختر کاکا و بچه کاکا هم در می تقرن جواز نداره خوب شد که نوازش شد یک سوال دیگه جناب استاد اگر یک دکتر توصیه میکنه برای یک مریض که تو به خاطر یک مرض شکر داری یا فلان مرض داری تو از مواد مخدر چرس یا امثال هم استفاده کو خوب میشی اولی دکتر خودش مریض از باید تداوی شود از خاطر که بی علمی اساس شرعی نداره مواد مخدر چرس به حساب نه از نقطه نظر شریعت و از نقطه نظر طبی بر کدام مرض دوا نیست آه. یک صحابی آمد که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شراب خو حرام است آیا ما این رش نمیخوریم به خاطر نوشیدن ما به خاطر دوای را استفاده میکنیم پیغمبر گفتی دوا نیست این مرض است باز چرز، دیگه مواد مخدر کلی زهریات است تمام سیستم های بدن به حساب تخریب میکنه او دکتر خودش نمیدانه به با حساب باید تو خودش تداوی شه خب و اگر یک شخص میگه جناب سادی ایراد شده یک کس دعوت میکنه به کار خراب مثال روز مثلا یا قیلون می باشه یک کار دیگه میگه بیا می گنای در گردن من می کار انجام بده این شخص نز... انجام بتنه تا. از نقطه نظر شریعت جرم شخصی جزام هم به حساب هر کسی که جرم کرده ولا تزر و وازره تو میزره و, و خرا هر کسی که عاقل بالغ باشه قصدا اختیاران یک کار بکنه مباشر اصلی مستقیم اما خود کسی که مجرم است این که که گناه سر ما گردن من یک سلام یک برادر تماس گرفتن اه گفتن, اه گفتن اگر جوابی سوال در این هفته ما دوباره تماس میشم جوابش خودت باید بگوی خوب بهتر است که جناب مفتی صاحب در مورد نماز قضایی جناب استاد مسلمان ماموریت شریع خود باید نماز هیچ قضا نشه پنی وقت نماز در وقتش انجام بده اگر قضا شد قضایی بیارن و در سه وقت نماز نخوانن طلوع افتاب غروب افتاب و استواز از دوازد دوازده و, دوازد و نیمه در هر وقت اگر صاحب ترتیب هستین که پنج وقت نماز در عمر قضا نکردین شرط شما سخت است که یعنی پیش از که نماز قبلی رو نخوانده نماز بعدی نمیشه مثلا نماز پیشین قضا کردین تا که نماز پیشین قضاییش نبیره نماز دیگر تن قضا... درست نمیشه اما اگر صاحب ترتیب نباشین چندین به صدها نماز به حساب قضا کردین هر وقت میتونین نماز تان قضا بکنین قضا که شدک به حساب قضاییش بیارین فیدیا برتون سلامت یک مورد دیگه جناب استاد در کشور ما تو در قسمت نکاح م. که مثلا یک یا غلام در مجلس و میگن که ما فلان دختر به فلان بچه دادیم و اگر والدین می دختر در مجلس حضور نمی داشته باشه آیا امی حلال است دختر با بچه یا بچه با دختر بسیار کوتاه در این نظر شریعت در قانون مدنی ماده 43 و 63 و 64 گفتن که یکی وعده نکاس امیل مسئله لفظ و گل دادن یک دوره آزمایشی است یک دوره وعده نکاس عقد نکاح صورت نمیشه به حساب یک وعده است با هم محرم شده نمیتونند تا که عقد نکاح ایجاب قبول نکن. اما یک ایجاب قبول اگر باز ایجاب قبول که شد باز محرم سلامت میشه شماره تماس دو, دو هفت در جریان هفته در خدمت شما هست ادامه برنامه ما بعد از وقفه خوش آمدید ادامه برنامه اسلام و قرآن را بیننده و شنونده هستید صفحه برنامه های ما در خدمت شما هست اسلام و قرآن به فارسی دیگه نوشته کنین صفحه ما را لایک کنین به اشتراک بگذارین و هر سوال و نظری که بود ما در خدمت شما هستیم موضوع بسیار خوب امروز انتخاب کردیم در ارتباط به ایجاد مذاهب اسلامی حکمت و فلسفه آن ان تا تا دقایقی با ما است در ارتباط صحبت و حرف ها با استشهاد از آیات قرآن کریم داریم امیدوار هستیم با ما باشین چون بحث تا جای پژوهشی است و تحقیقی است و اهل خبره بیشتر به بی این نیاز دارند امیدوار هستیم که بتاریم تا زمانی که فرصت با ما هست این مبحث باز شود جناب مفتی صاحب آیات 82 و 83 سوره مبارکه نساء را تلاوت میکنن و ان شاء در ارتباط به موضوع تا ختم برنامه در خدمت شما هستیم تقاضای همیشگی ما فقط با ما باشید بفرمایید جناب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا صدق الله العظيم سبب النزول آيات مباركه بسم الله الرحمن الرحيم مفسرين کرام در تفاصيل معتبر می فرمان رابطه سبب نزول امی آیات آیا در بخش درباره منافقین نازل شدن یا در, در باری مسلمان های ضعیف و لیمان یکی از روزا پیغمبر اسلام یک اشعه شد یک در بین مسلمان ها که پیغمبر اسلام خانمای های خود طلاق داد <applause> حضرت عمر رضی الله عنه دفتن به مسجد آمد دیدن که در مسجد نبوی ممی موضوع بین صحابه کرام جر و بحث میکنند و دفتا حضرت عمر صاحب رفت پیش در حجره حضرت پیغمبر اسلام که, که از حقیقت عمر به حساب پرسان کنن که همی کار شده یا نشده از پیغمبر اسلام که پرسیدن گفت هیچ موضوعی نیست همی آیت نازل شد تا در یک موضوعی را که پروپاگند یا افشایی که در که بعض منافقین یگان گپایی را میزنن بدون تحقیق شما نپذیرین اونا تحقیق بکنین و اگر نمی فهمین به اول العمر به پیغمبر مراجعه بکنید خب چون یک موضوع اجرا و شریعت بیان کرده بله. بله و یک واقعه بعض مهم. مفسرین میان که بعض منافقین که مسلمان ها در جهاد می رفتن اونها وقتی که از جهاد جهاد ختم میکردن یا کامیاف میشدن یا مثلا مغلوب میشدن، اونها باز پیش از اونها که در وقتی که مجایدین در مدینه بیرن یا به حساب پروپاگند میکردن کردن میکردن یگان گپای راز و دروغه راست دروغ به حساب افشا میکردن خداوند کریم می آیت نازل کردن که در هر موضوعات شما کوشش کنین پیش ازی که تحقیق نکردین او را افشا نکنین که حقیقت امر که ثابت شد. و اگر یک،, یک, کس یک گفه مشنه ها بله بدون ازی که تحقیق کند و یقین خود کامل کند کوشش میکنه که در شای ازی و در ازی یا در ای که ای پراگنده شوه میگه گناه میکنه گناه گناه یعنی گناست. در مغایرت با بزرگ. احکام الهی قرار دارد شریعت است. تشکر امیدوار که دوستایی که در این معضل و دست پنجه نرم میکنن امیدوار که تغییر جهت کنن ترجمه و تفسیر آیت مبارک شما ببینید در دو آیت قرآن کریم در آیت اولش خداوند کریم در رابطه به حقوق قرآن و اعجاز قرآن کریم بیان میکنن در دوم تحقیق در امور در همه چیز باید تحقیق بکنین بعد از تحقیق کردین مسئله صحت یک امر که برتان معلوم شد باز پیش برین اجرات میکنین و در کدام موضوعاتی که فکرتان نمیرسن به پیغمبرتان مراجعه بکنین و اگر پیغمبر که رحلت کرد بعدا با اولوالامر الامر با فقها و علمایتان که اجتهاد بکنن مسئله از قیاس اجماع از قرآن و حدیث استخ... استنباط بکنن بعض مسائلی که شما در کده نمیتونین با علمایتان مراجعه بکنین و در می موضوع باز مسئله قیاس اجتهاد و دیگر مسائل مربوطه را ایجاد ضرورت مذاهب اسلامی را بحث میکنن افلا یتدبرون القرآن آیا تعمل نمیکنن در قرآن مشرکین و منافقین که قرآنی که ببینین که در لحاظ اجاز علمی و ادبی از لحاظ معنا از لحاظ لفظ از لحاظ مزامین محتویات مفاهیم کلیدی که در قرآن بحث ولو کان من عند غیر الله و اگر می بود بالفرض و تقدیر امی قرآن از غیر خدا لوجدوا فیه اختلافا کسی حتما می آن تفاوت زیاد از لحاظ معنا لفظ مزامین نالفیح یکی از معجزای بزرگ پیغمبر اسلام است که در قرآن کریم یک کتاب انسانیت کتاب قانون بشریت است دستور العمل زندگی است قرآن ایمان بیارین تلاوت بکنین او تدبر و تفکر بکنین خدای قدیر به شما در این کلام چی فرموده؟ بله مسائل حقوق قرآن و همچنان در اعجاز قرآن کریم قرآن کتابی است که در سطح جهان بیمانند و بیبدیلی هستن یعنی نظیرش وجود ندارند در آیت دوم خداوند کریم میان که جا امرو من الامن وقتی که برسد با آنان خبری از امن یا ترس پس آن را شایی میکنن بعضی منافقین چی بودند که وقتی خبر امن که مسلمان در یک جنگ پیروز شدن یا خبر ترس که مغلوب شدن از به او را شایی میکدند در بین مردم افشا میکردن بعضی مسلحت هاست که باید تا وقتی که امیر المومنین پاچای وقت او را افشا نکنن باید بعضی مسلحت ها را حفظ بکنین. خو و لو ردوه و اگر می رسانند آن را الی الرسول اگر کدام مسائلی که مشکل داشتین فکر شما نمی رسید به حل مطلبش به پیغمبر اسلام مراجع بکنین و بعد از رحلت پیغمبر اسلام و الی اول الامر منهم به علما و حاکمان وقت خود تا با چی کنن تحقیق کنن لعلمه الذین یستنبتونه منهم و, من و به حاکمان خود به حساب به علما و فقها مشتهدین امامای دین مراجعه بکنین که اونها تحقیق میکردن آن را تحقیق کنندگان از آنها چی مانا به خاطر حل مسئله همو مشکل شری رای حل و حکم شریش از نظر به قرآن و حدیث برتان استنباد بکنن استخراج بکنن ولولا فضل الله علیکم و اگر نمی بود فضل خدا که قرآن است <applause> علیکم بر شما که قرآن یک کتاب هدایت برتان نازل کرده و رحمته یک پیغمبر مهربان که رحمت للعالمین است رهبر برتان فرستانده اگر قرآن و پیغمبر نمی بود بالفرض و تقدیر لتبعتم الشیطان البته پیروی میکردید شما شیطان را پیروی نفس خود را الا قلیلا مگر اندک این یک فضل خداست که خداوند کریم به شما یک قانون روان کرده رهبر و رهنما روان کرده که با برکت قرآن و حدیث تمام مشکلات در تمام قضایای زندگیتان بخشای زندگیتان که هر مشکل شریع دارین قرآن و حدیث و علما و پیغمبر اسلام وجود دارد. سلامت یعنی ایجاد مذاهب. استنباط شده یاد می میشه بله آه سلامت بخیر باشین دوستای عزیز در ذهن مردم بعضی از دوستا وجود داره که چرا سنی مذهب چرا شافی مذهب چرا مثلا مالکی مذهب یا اینا کلش در حقیقت یک بدعت است و در حقیقت چیزی است که در مخالفت با کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داره این بحث اکثرا در پانتون پا ها وجود داره بین محصلین دانشجوی ها دوستانی که خودشان بیشتر آگاهی دارن اونا باز دست به تشنجی نمیزنن اما باز نسل جوان چون کمی احساساتی حرکت میکنن این بحث همه کشانن به طرف کشمکش ها که از خود این موضوع در حقیقت باز از شریعت به دور میشه ما در مخالفت با احکام الهی قرار میگیریم چون تشناج یا تفرقه بین دو فرد مؤمن و مسلمان خودش در اصل ناروا هست ادامه بحث با جناب استاد بعد از وقفه خوش آمدید ادامه برنامه اسلام اقنان را بیننده و شنونده هستید خب بحث امروز ما ایجاد مذاهب ایجاد مذاهب حکمت و فلسفیان در ارتباط آیات مبارک انتخاب شد که جناب استاد تلاوت کردن امیدوار هستیم که بحث تا دقایقی با ما هست تا حدی باز شود خب جناب استاد اولین سال چی نیازی بود تا امی چهار امام دست و ایجاد مذاهب بذارن که یا مذهب ایجاد کنن یعنی تا زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و مذهبی وجود نداشت بعد از او در زمان خلفای راشدین هم شما بیشتر گفتین که دو مذهب ایجاد شد آیا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و مشکلی داشت که تمام جزیاتی را که مثلا ای چار امام بیان کرده بیان نکرده بود یا چگونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم ببینن به هر مسلمان لازم است که عقیده داشته باشه که از وقت آدم علیه السلام تا پیغمبر اسلام هست. یک دین است یک مذهب که اسلام است این دین عند الله الاسلام قرآن همه پیغمبرا لا اله الا الله می موسی کلیم الله آدم صفی الله محمد و رسول الله احا. در مسائل ایدئولوژی و عقیده از آدم علیه السلام تا همه مسلمانات همه پیرو یک دین یک مذهب به دیالوژی و عقیده که اساس یک چیز رو ما معقیده تشکیل میدن وقتی که پیغمبر اسلام حیات داشت تمام به خاطر حل مشکلات مسلمان ها به حساب مردم مراجعه می کردن پیغمبر نازنین آمن و الله و اتی و رسول وقتی که پیغمبر رحلت کرد در وقت پیغمبر اسلام هم تقلید و اجتهاد وجود داشت ولی که تقلید و اجتهاد مشخص نی شخصی نی که از یک نفر تقلید مطلق بود بعد از پیغمبر اسلام که رحلت کرد صحابه کرام همشان علما نبودند یک چند شش ده پانزده نفر علما مجتهدین داشتند دیگر مسلمان ها به اونها مراجعه میکردند در وقت تابعین هم به حساب مسلمانان با علمای خود مراجع میکردند تقلید مطلق وجود داشتند. باز در وقت تابین در اواخر قرن سوم باز دو مذهبی وجود داشتند مذهب اهل حدیث و اهل رای در عراق و در حجاز در مدینه منوره در طب تابین که اوایل قرن چهارم هجری بودن فتوحات حکمت فلسفیش. <تصف> فتوحات اسلامی کشورهای اسلامی به حساب اسلام از کشورهای عرب به کشورهای عجمی نشد کرد در اینجا نیاز پیدا شد که همه عجم خوب قرآن نمی به حدیث نمی اونمو و نمو علمای منطقیشان قرآن و حدیث یاد گرفتن مسائل شریعی دینی را به حساب با مردم به شکل تشریحی و را واضح بکردن بنان تقریبا چهار امام نبودن سیزده مذاهب بودن که فعلا ما در پانتونا درس میدیم در پانزه حقوق اساسات حقوق اسلام مذاهب, مذاهب فقهی زنده و مذاهب منقرضه هفت مذهب فعلا در جسد جهان اسلام مذاهب فقهی پیروان دارن امام حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، زیدیه، جعفریه، ایبازیه و مذاهبی که منقرض است که فعلا پیروان ندارن امام اوزایی، سفیان سهوری، لیس بن سعد، داود ظاهری و Uh, علمای ابن جریر اینا همیشان حیثت امام آبانی فرا داشتن مذهب یک دین جدا نیست مثلا قرآن متن است حدیث شرح قرآن است فقه شرح قرآن و حدیث است اما مطالب دینی را مثلا خدا یک نسخه گفتن واقعی مصلا شون نما نماز بخوانن ما یک عجمیستم قرآن از روی یاد ندارم ما چی میفهم که نماز چی بونه باید اینمی چهار مذهب فقه هنفی یا به فقه هنفی شافی مالکی حیثت داکترهای دین اما دیده داند. میشه در گفته های اینا جناب استاد که یک مقدار تفاوت وجود دارد خود بب... اینمی, ا... سوال جناب علت تشکیل چهار مذهب ببینید جناب سیرت صاحبی چهار امام در یک وقت در یک زمان در یک منطقه نبودن امام ابو, ابو در کوفه بودند امام احمد در بغداد بود امام شافی در مصر بود امام مالک در مدینه بودن امام ابوانیفه در مو روزی که وفات میکنن در روز امام شافی پیدا میشه این مذاهب ببینن هر عالم فسأل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون هر عالم دمو منطقیش خود که مردم از او پرسان میکن نظر با آیت و قرآن و حدیث استدلال کردن اصول همشان یکی است که از قرآن و حدیث مسائل استنباط کردن اینان وفاق کل زی علم علیم اسباب اختلافشان بازی یک بحث تخصصی است علمی است که در اصول فقه به حساب در پانزه شریعت و حقوق خوانده میشن که هر عالم به مطابق علمیتش که از قرآن و حدیث داره استنباط کردن و ای اماما نعوذ بالله ایت دینی را که از غیر قرآن و حدیث از خود اختراع نکردن اونها خدمتگزارای دین بودن اونها دکترای دین یک دو مثال نا. اما با مذر جناب پیش شما بله. با که شما مثال گستاخی شد مذر پیش بعضی ها به این باور است که تمام گفتار خود نبی کریم صلی الله علیه و وسلم گفت اما چرا اختلاف وجود دارد؟ این علماء چی میگن؟ هر کسی که به مرحله اجتهاد برسه اجتهاد چی است که عالم قرآن باشه، عالم حدیث باشه، ماستر زبان عربی باشه، علم ناسخ و منسوخ احادیث بفهمه و مسئله وصول فقه مسائل قیاس بفهمه در مرحله اجتهاد پوهاندی خود در شریعت بگیره به او هیچ ضرور نیست که پیرو امام بانی باشه یا شافی مالکی از خاطر که خودش دکتر دین است اما یک کسی که عامی و جاهل می او قرآن از روی خوانده نمیتونه تو میگی علا قرآن و حدیث خو خب غرقش میسازی اینا یاد علمای دینی چهار مذهب حضرت شاولی الله دهلوی در کتاب حجت الله البالغه خود دکتر زحیلی که در اصول فقه اسلامی یک کتاب نوشته کرده ما خودم در فلسفه عبادات در اسلام یک کتاب است یک فصل مستقل همین موضوعات به شکل بسیار ساده بحث کردیم آل علما به این میان که مرحله اجتهاد اگر یک برادر اهلیت اجتهاد داره در مرحله پوهاندی در شریعت داره او هیچ مشکل شرعی نداره که به امام ابو پیروی میکنه یا نمیکنه از قرآن و حدیث پیروی بکنن ان جنت و اگر یک کسی که عالم نباشه جاهل باشه بیسواد باشه تمام مذاهب علمای اسلام به این فیصله کردن فتوا کردن که از این چهار مذهب اهل سنت از یکیش باید پیروی سلامت باید. خب بعضی ها به این بار از جناب استاد که خود کار چهار امام به نحوه خودش در مخالفت با شریعت قرار دارند. نه اونها جواب شما یک جواب علمی میخوایم یعنی جناب... از ببینید جناب, ببنی جناب ببنی سیرت صاحب خدا گفته واقعی مصلاح نماز بخوانید ما یک شخصی هستم که از شریعت از قرآن و حدیث آگاهی ندارم ببینم این نسخه خدا را دکترای دین که چهار امام است نظر به قرآن و حدیث در فقه حنفی دیگه فقه اسلامی به شکل تفسیری که نماز میخوانین خوال وضو شرط است ایره بلد. مشتهد از آیت یا ای والذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و ان کنتم جنبا فطهروا استنباط کردن که شرط است نماز میخوانید چند رکات نماز چند وقت با فرایز واجبات و سنتش مثلا یک مریض یک دکتر نسخه میتن دو دکتر است یک مریض دو مریض نسخه میتن او هر مریض پیش یک دواخانه میره پیش یک دواخانه میره نمو دواخانه دکتر دا... دوا به حساب چی از فارماسیست میگن امی دواخانه کلش در اختیارت هر چیزی که میخوایی بگی و دو مریض که طبق هدایت دکتر نسخه میگیرن به یک دواساز به حساب میرن تمو دکتر فارماسیست طبق هدایت نسخه دکتر او را دوا میتن کدامش بهتر است اینال همی چار امام دین حیثت دکترای دین دارن اونها در علم قرآن و حدیث تخصص داشتن که خدا میان که واقعی مسلا خوی نسخه خدا از خود پریزانه دارن پیش از نماز باید تهارت شرط است و نماز می چی فرایزی چی است واجبا، سنت، مصطحبات، مفسدادش بنان ای علما به حساب خادمین دین بودن یا یک مثال دیگه یک طفل است که آب ضرورت داره یک چای است یک کنیم متره نه دلچه داره نه رابر نه دلچه و نه جگ و گلاس او طفل میگه بچیم در اونیجا آب از برین آب بنوشین وقتی که خود او چا پارت غرق میشه یا نیمیشه و اگر ده یک چایی که به حساب دلچه باشه جگ آب باشه یک طفل می یک کاکا ما با آب ضرورت دارم اونها از چا آب میکشه کشد در جگ مندازه در گلاس مندازه این دکترهای دین امامای دین هم اینمی می مثال است که از قرآن و حدیث آب است چاست آه. خدا او چا دلچه و رابر و جگ و چیز هم کار داره امی مسائل قرآن و حدیث مسائل استخراج, استخراج سلامت. خب بعضی ها باز با باور از جناب استاد. که در گفته های امی امام در احادیث که اینا خاطر ثبوت کار استخراج کردن و میگن احادیث ضعیف هست ببینید شما او کسی که متخصص رشته باشه محدث باشه مشتهد باشه ای امامای دین احترام به یکی دیگه داشتن در مسائل ایدئولوژی و عقیده هیچ اختلاف نداشتن همه همگی با یک احترام از چیزی اساس عقیده است در این مسائل فرات که مسائل یک کسی که دست اینجا میگیره یا پایین یا مین بلجر این مسائل فرات است در فرق اختلاف در بین افضلیت و بهتر و خوبتر هستند هیچ اشکال شرعی نداره تمام علما به اتفاق دارن که به این این فرصت با ما کم هست استاد فقه رایج در افغانستان فقه هنفی است و ما هم الحمدلله میبالیم که یکی از راهروان امام ابو انیفه رحمت الله علیه هستیم در احادیث و در کارکرت های شما بگوین که کارکرت هایی که حضرت امام رضی الله تعالی عنه داشتن چگونه هست؟ آیا احادیثی را که استخراج کردن در ضعفش و در قوی بودن احادیث ببینن هر مذهب بازی بحث بحث, بحث تخصصی دارن مذهب حنفی الحمدلله مذهب جهان شمول عالمگیر است از خود اصول مذهب داشتن هر مسئله ای که مشکل پیدا می شد اول به قرآن مراجعه می دوم به احادیث صحیحه پیغمبر اسلام سوم به اجماع امت صحابه کرام تابعین قبل از ما چی گفتن که اونها به دین خوبتر می فهمیدن. چهارم به مسائل قیاس شری صحیح که در نصوص قرآن چی استنباط میکردن مسئله استحصان، عرف صد زرای شرایع من قبلنا که منابع یا مصادر احکام شریعت در فقه حنفی ببینید در سطح جهان امام ابو چل شاگرد ممتاز داشت هر مسائل فقهی که واسه پیش می آمدن چل نفر نظر میداد نظر آخر امام ابو او را انالایز می کرد تحلیل میکرد، کرد نتیجه گیری می کردن با یک نظر چل یک پوهاند شریعت اتفاق و نظر می کردن به شاگرد خود امام حسن شیبانی می گفتن بنویس فعلا بس همه احترام به همه مذاهب داریم ولیکن تمام مذاهب اسلامی در فقه عیال امام ابانی رحمت الله علیه است سلامت باشین تشکر خوب شد جناب که این بحث تا, جایی که میخواستیم باز شد و حد اکثر نسل جوان ما قسمت تعرض میکردن در کسایی که اهلیت اشتعاد دارن علم به قرآن و حدیث و اصول فقه ماستر زبان عربی استین پیش برو به قرآن و حدیث ولی که کسی که دیقان و مستری سوره میگه قرآن و حدیث خدا و چای یک متره خدا مندازی غرق میشه سلامت تشکر okay. یعنی هدفشان هدفی بود جناب استاد که کار امی چار امام در مقاید با اصل nee. شریعت nee. قرار داره واس قرآن تشکر. و حدیثش شرح کرده سلامت تفسیح. بخیر شماره تماس 0782 22 47 ده در جریان هفته در خدمت شما هستم همچنان صفحه برنامه های ما اسلام و قرآن به فارسی در صفحه نوشته کنین صفحه ما را لایک کنین به اشتراک بگذارین و هر سوال و نظری که بود در خدمت شما از این بعد برنامه های ما را در یوتیوب هم میتونین دنبال کنین و اگر خدا خواسته باشه که یک واتس هم بسازیم به خاطر بهبود کار ما تا هفته بعد الله نگهدار